سلام بر شما به فراخبر خوش آمدید با شتاب یافتن اخراج مهاجران افغان از پاکستان سه گذرگاه برای آمدن مهاجران اخراج شده به کشور باز شدند سخنگوی امارت اسلامی به تولو نیوز میگوید که این سه گذرگاه در ولایت خوست پکتیا و پکتیکا در چند روز پسین باز شدند در خبر دیگر این که گروه بین المللی بحران در گزارشی ادعا کرده که اخراج گروهی مهاجران افغان از پاکستان برای ثبات منطقه‌ای خطرساز خواهد شد در این گزارش آمده که سیاست پاکستان در کنار بروز فاجعه انسانی پیامدهای مهمی برای منطقه و فرامنطقه خواهد داشت بیشتر بحث میکنیم چون امارات اسلامی هم از ایجاد کمیسیون برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان سخن زده و موضوع تی تی پی را که این گروه بین المللی بحران یاد کرده بود او را هم حضور تی تی پی در افغانستان را رد کرده بیشتر بحث میکنیم اینکه میان کابل و اسلام آباد چی می‌گذره با مهمانان برنامه آقایان سید مسعود استاد دانشگاه و سید نظام الدین وحدت رئیس مدافعان منافع ملی افغانستان هر دو مهمان عزیز با ما و اساسا مهمانان عزیز سلام بر شما به برنامه خوش آمدین جناب استاد مسعود بس را با شما آغاز میکنیم امروز ها میان کابل و اسلام آباد در بود اقتصادی چی میگذره و شما چی میدانین؟ سلام بر شما بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و سلام بر دوست ما و سلام به تمام کسایی که ما را میبینند فکر می که خوب بعض پاکستان افغانستان منعیس یک همسایی دوست قدیمی معلوم است که چگونه وضع خود داشتیم <تصفح> ولی به صورتش ما اقتصادی در متوجه او چهار کشوری هستیم که زیادترین تجارت خارجی و تجارت ما را نظر میگیرند به رابط اقتصادی ما چون ایران پاکستان و چین و هم از این لحاظ از فکر میکنم که وضع اقتصاد ما در وقتا با ارتباط پاکستان میره که آرام آرام شکل دیگرگونه شود و نه به شکل منفی به خود بگیره به خصوص مسئله ماجرین اصل تجارت ما را زیر تاثیر خود قرار داده و هر حال امکان داره که این مسئله یک مسئله بد را و حتی مسئله بغرنج را در میان افغانستان و پاکستان بکشه مده. فکر میکنم که فعلا افغانستان در یک موقعیت بسیار برتر خوبه در از لحاظ اقتصادی قرار گرفته به خصوص در بین ازبکستان و پاکستان به با اولین بار است که افغانستان در طول تاریخ خود منسی یک کشور ترانزیتی که میداند تأثیرات بالا بالا پاکستان وارد کنه تبدیل شده آقای مسعود ولی در راجبا. اون طرف حالا آقای نورالدین عزیزی در دیدار با وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد درباره یافتن راه حل از بحر توقف 3000 کانتینر بازرگانی گفتگو کرده وقتی ما با تحلیلگران و ناظران سیاسی صحبت میکنیم از اهرم و فشار پاکستان سخن میزنن مثلا بحث این که این کانتینر ها حالا متوقف مانده چند روز پیش گزارش داشتیم بازرگانان میگفتن که 20 میلیون دلار در واقع ضرر دیدن بارها چون این گزارش ها بوده پاکستان آیا به عنوان احروم فشار این ای, ای موضوع را و همچنان در کنارش موضوع مهاجران در پیش گرفته حالا در, در مورد دارایی هایشان هم که اونجا انتقال نیافته در کابل صحبت میشه چه خواهند کرد پاکستانی ها چگونه برخورد میکنن با این حالا که آقای عزیزی اونجا رفتن؟ قربان شما خدمت شما هست شده که خوب دفعه اول نیست که پاکستانی ها چنین کار را میکنند در مقابل تاجار افغانستان و ما چند وقت پیشتر هم ما شما با می میز صدای ما بلند کردیم که او وقتا صد یک بار بود که از وقت که پاکستان ایجاد شده تا حال چنین وضعیت را و در فشار ترانزیتی به منظور فشار دادن سیاسی استفاده سی میکنن به سیل ترانزیت فعلا که حرکت عرق میده به اکثر دوم بار است یعنی ما در اکثر دومین بار است که پاکستانی ها در حقیقت یک حرکت ترانزیتی به منظور قبول کردن یک حرف سیاسی سی به طرف افغانستان فشار وارد میکنه و جانب دیگه هم او در موقع میشه که تمامی او صادرات خود که در افغانستان از انتقال میده بازارها تسخیر میکنه بعضی اجازه میده که باز افغانستان حرکت خود بتا حرکت کالایی انجام میتنه ولی یک چیز بسیار برای من جای تعجبی است که امناتا وقتی که اینا دست میزنند به یک اخراج دست ماجرین که کاملا زده کنونسیون ماجرت و زده مسائل هست دولت افغانستان به ایواز ازی ای که مانع چنین حرف شود و در حقیقت مطابق کنونسیون دنیا تاکستان متوجه خود بسازه و سر و صدای خود دنیا بلند کنه در حقیقت مذاکره به با منظور باز کردن یا اجازه دادن کالاهای ماجرین به افغانستان میشه خودش در تایید مسئله است <تصفح> ما میگم از لحاظ سیاسی نباید چنین چیزی را بس کنیم <تصفح> از لحاظ سیاسی ما در موقعیت بسیار قرار داریم و از لحاظ اقتصادی قرار داریم لذا در 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 مذاکرات سه جانبه که بین پاکستان و ازبکستان و افغانستان میشه چون افغانستان موقع ترانزیتی داره و جنوب آسیا را به آسیا میانه و آسیا میانه را به جنوب آسیا وصل میکنه میشه که ازی استفاده کنه و پاکستان تحت فشار قرار بده در صورتی که ما اگر هوشیارانه مدیریت کنیم بسیار تشکر آقای وحدت سلام بر شما شما هم به برنامه خوش آمدین از شما میشنویم این آ... حالا تصامیمی که پشت سر هم پاکستانی ها در این مدت دو سال داشتن گاهی در مرز درگیری بود گاهی می دیدیم که گزرگاه ها بسته می شد یا اسپین بلدک یا ترخم و سر و صدای بازرگان ها که جناب استاد مسعود توضیح دادن بالا بود و هنوز هم همین موضوع قصهش داستانش ادامه داره حالا حیاتی از طرف امارت اسلامی به اسلام آباد رفتن با وزیر خارجه شان صحبت کردن و مسائل دیگر هم صحبت میکنن زبان پاکستان در این شرایط در برابر کابل چی است و بیشتر از شما مشنویم ما هم بنا قدرت سلام دارم خدمت جناب استاد مسعود جناب شما و بنشنوینده سلام بوران جاری میان افغانستان و پاکستان یک بوران ترکیبی هست یعنی به این معنیه که بوران اقتصادی، بوران اجتماعی، بوران امنیتی و بوران سیاسی این را باید با همی گستره ای که ما کردم دید از نظر سیاسی توقعات را که اداره پاکستان که عمدتا به دست نظامی هاست ملکی ها نقشه چندانه ندارم. توقعات را که از امارت اسلامی داشت حد اقل بخشی از دستگاه حاکمه کنونی در کابل توقعات پاکستان را به او تمکین نکرد و طبیعی هست که پاکستانی ها در برابرش حتما یک واکنش می داشته باشند بحث دوم باران اقتصادی که فعلا دامنگیر پاکستان هست و همزمان مربوط میشه به افغانستان به دلیل از که از یک طرف چگونگی تعامل تجارتی که پیشتر نمارش صحبت کردیم بین پاکستان و افغانستان هست که بلانس تجارتی را که قرار است در اینجا تنظیم بشه چه باید هر دو کشور با هم مراودات خصوصی و بحث دیگر هم امنیتی هست که پاکستان از حضور و موجودیت تی تی پی شاکی هست این, و... این سه، این سه که بسیار معذرت حرفتانو میگیرم آقای وحدت این سه موضوعی کلیدی را که شما مطرح کردین بحث بحران بلد. سیاسی امنیتی و اقتصادی در کجاها با همدیگر موافق هستند در کجاها مخالف هستن جزیاتش چی میتونه باشه این بازی ترکیبی را که مطرح کردین بله اینطور است که متاسفانه اداره موجوده در پاکستان هیچ وقت سیاست های اعلانیش سیاست های اعمالی نیست اون چیزی را که میگه در رسانه ها و مدعی میشه و اون چیزی را که عمل میکنه در اونجا سیاست گذاری حال فعلا تمام اعضاب سیاسی پاکستان کنار زده شده کشور یک پارچه در گرچی در گذاشتن زیر تاثیر نظامی ها بود اما حال در مجموع مدیریت کشور به دست نظامی هاست و نظامی ها در هر یکی از این بحران ها اولویت ها و های دارن برشان مثلا وقتی که بحث تی تی پی مطرح میشه وقتی که به یک پایگاه نظامی حفاظت شده پاکستان در قلب پاکستان در پنجاب پاکستان حمله میشه حداقل در سال در 15 سال یا 20 سال اخیر سابقه نداره که پاکستان میزان آسیب پذیری امنیتیش تا حد باشه که حفاظت یک پایگاه هوایی رو نتونه یا طرفی دیگه مثلا مشکلات اجتماعی که در لحظه حاضر پاکستان در داخل کشور کشور خودش با روبرو سمیال هزاران آدم در چمن اعتراف کرده از هفته ها به این طرف و در این حال بس بس سر که آذر نیستن که اینا ویزه بگیرن یعنی مراودات ویزه در مرزها قبول بکنن بحثی دیگه هم است که پاکستان فعلا به یک نوعی از جهان منظوی شده مثل افغانستان بری یعنی وقتی یک کشور منظوی میشه وقتی یک کشور هیچ نوع ای برای خود نمیبینه طبیعی است که دست به سیاست های اصار عجورانه میزنه فکر کردن که با خروج کتلوی و اجباری مهاجرین از یک طرف دنیا نگران خواهد شد و پاکستان داخل مفاهمه و تعامل خواهد شد و امتیاز خواهد داد و بالاخره پاکستان در این زمانی امتیازی حدی اقل توجه و, و میگن که چون این چیزی نشد پاکستان یک هدف تعیین کرده بود و ناکام شد میخواین بگوین یک یکی یک گپ یکی دیگه که از این طریق فشار مضاعف را بالای کابل آوردن که تا کابل به تمام خواستهایی که پاکستان داره تمکین بکنه و و هر آنچه که پاکستان میخواه او را بپذیره در در داخل افغانستان هم دوگانگی که در میان طالبان وجود داره یک بخشی از طالبان هنوز از اداره پاکستان میشنان و یک دیگهش معمولا شما ببینید پاکستان یک تجربه تاریخی که ما داریم سال 1371 به یاد بیارین امون روزی که مجاهدین به قدرت رسیدن فردای همون روز فردای صبحش پاکستان یک گروه دیگر به تحریک و تجهیز و مسلح کرد و, جنگ را شروع کرد پاکستانی ها به هیچ عنوان با حتی با او کسانی که با اونا سالهای سال مشترک کار کرده هم هیچ نوع علاقه و پایبندی نداره با. بسیار زیاد تشکر جناب استاد صحبت های آقای وحدت شنیدین در سه بخش بخش بحران سیاسی و امنیتی و اقتصادی که از زبان شما بیشتر مشنویم خب حالا دو طرف هم رفت آمد در این م... تا این جای کار زیاد داشتن جناب استاد از هر دو طرف هم از کابل هم از اسلام آباد و همیشه هم وقتی مشکلات پیش آمده گفتن با گفتگو رای حل پیدا شود این گفتگو آینده این گفتگوها به کجا خواهد انجامید چون بارها انتقادها هست پس از هر گفتگو شکایت هست و این آینده را شما چطور میبینید؟ خب قربان شما ما باید یک چیز متوجه باشیم که عمدتاً ما در موقف 1371، 56 هم نیستیم و 76 هم نیستیم یعنی ما در 1902 و 1905 هم قرار نداریم و حتی در سال های 2001 هم قرار نداریم و بعد که ما بتانیم حرف را با پاکستانی ها بزنیم و پاکستانی ها را بعدم بگفته آقای غنی که ما پاکستان را به انزواع میکشانیم و در قدر به انزواع بکشانیم <متحن> پاکستانی ها در هدف کلانشان که از لحاظ سیاسی کنفدرشن ساختن افغانستان است تا بسیار زیاد موفق هستند و در پالوش هم چینایی ها زیاد کمکشون میکنند تا پرادر و از جانب دیگر آمریکا و غرب چنانچه در اینجا هم بسیار مطرح میشه که با افغانستان و قیم میکنی اونا پاکستان هم بسیار ترجمه میتن مامنان پاکستان یک دلیل و یک دست, کلان غربی ها است که در افغانستان تطبیق میشه و جانب دیگر پاکستانی عمدتا در حالت یک بحران ایجاد بحران بحران ها و به منظور ایجاد یک بحران, بحران های سطحی است به این معنا که شما که توجه که باشند تنها در هر حرکات رو که انجام میده آمدن پاکستان می سازده برای چرا این کار میکنن؟ اینا چل ساله سابقه مدیریت افغانستان بوران افغانستان دارن یعنی یکی از کلانترین مدیرهای بوران افغانستان پاکستانی هستن پاکستان چین کار را انجام بتن در جانب دیگر اگر ما توجه و ایتون فکر, فکر کنیم که کاملا یک دولت وجود داره در افغانستان و این دولت در مقابل پاکستانی ها میتونه که حرکات را انجام بده خود زیان و اشتباه است و ایتون نیست که ما تخریب بکنیم آکیمت افغانستان بلکه چینین است واقعا که چینی است و غرب هم چینین چیزی را قبول کردن از این من فکر میکنم که یک دولت که خراب است و بدون الटरनेटیو است حالا فعلا ما از دید غرب داریم برشان از این لحاظ عمدتا دلیز پاکستان مورد دلیز قبول قبول شده این غربی ها به منظور آرامش است و از جانب دیگر شما توجه کرده میشه که عمدتا پاکستان برای افغانستان بر اساس شناختگی نیست و در پالوش هم هم چین نرکات را انجام میتنه فقط یک دلیز باقی ایمانه که از راز سیاسی که او دلیز دلیز پاکستان است و این دلیز از جانب قدرت ها آرام آرام بره که مورد تایید قرار بگیره و زیلاس پاکستانی ها با, با اضافه ای که تالت تانوز یک میلیارد دلار ضرر که وارد میکنه بالا سکتور خصوصی از لازه بندش ترانزیت و منظور فشار و آوردن سیاست در خط بازم به مو مثلا ای آرام آرام دست میزنن <تصفح> فکر میکنم که ما نباید خوب اگر تصور کنیم که از لازه که ما یک دولت و حقوق و دارای تمامی حقوق دولت داریم با توی وظایفش اگر دو تصور کنه فرضیه بگیریم بگوره در بیرون بریم درست است و در غیر از صورت تنها از داخل افغانستان یک دولت مستقل که عبارت از امارات اسلامی است او داریم. ولی در بیرون اینمی امارت مانند یک دولت شمرده نمیشه بلکه گروپ شمرده میشه در کل دنیا حتی دشمن هم گروپ است مانند یک به. یک حکومت مساوی مانند پاکستان نمیشناسن او در حقیقت از تحلیل پاکستان وظایف ما را میکنن بسیار تشکر آقای وحدت خب این اقدامات و این بگو مگو ها که میان کابل و اسلام آباد میشه در مورد تی تی پی میشه در مورد اخراج مهاجران میشه در مورد مسائل ترانزیتی تجارتی میشه چطور کشورهای دیگر در واقع بازیگران کلان متوجه ساخته و اونا چه نقشی در این میان دارن اینکه در میان کابل و اسلام آباد چه میگذره؟ ببینید در حال حاضر کشورهای منطقه و فرامنطقه که به نحوی با افغانستان جبران سرکار دارن اینها دارای یک سیاست ثابت نیستن سیاست های چی بگویم مقطعی و بسیار با 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 یک نوع احتیاط کامل با کابل برخورد میکنن چون شما ام ای شدید این که مسکو یک بار دیگه بدون از اینکه ضرورت باشه تاکید کرد که ما امارت ام اسلامی رو را به رسمیت نمیشناسیم تا زمانی که اسلامی فراگیر نباشه چرا این مقطعی زمانی را یاد میکنه او طرف دیگه و گروه بوران عملا در یادداشتی که نشر کرده به یک فزی دیگر دیگه هم اشاره کرده که تصور یا تشویشی وجود داره برای کشورهای فرامنطقه و منطقه که به بحانه عودت کتلوی مهاجرین یک بخشی از تروریست ها و عواملی که بتانه آسیای میانه را یا برای روسیه بتانه در سر ایجاد بکنه اینها بتانه از طریق مهاجرین به افغانستان انتقال شدن و در نهایت می میتانه به بیثباتی منطقه بیانجامه و این خطر هم خطری کمی نیست هرچند که من معتقد به بفرزی... چون ما بیشتر همیشه و معمولا در رابطه خود با پاکستان در مجموع به دستگاه حاکم در پاکستان اعتماد نداریم از پاکستان هر آن چیزی را که فکر میکنیم ساخته است اعتمالا که چون این هم باشه یعنی نمیشه کامل تاییدش کرد یا رد کرد تا روزهای دیگه علایم دیگه باید ظهور بکنه که ما بتونیم درست قضاوت بکنیم که پاکستان غیر از بحث اقتصادی و بحث کشمکش های سیاسی و امنیتی که با کابل یا با اداره فیلی یا در داخل کشور خود داره آیا کدام سناریوی دیگه هم در عقب از تصامیم هست یا نیست که معتمل است یعنی ممکن است از پاکستان هر آقای می رو چه سناریو متانه با توجه به پس زمینه تاریخی که مطرح کردید بیرون شوه از دستگاه استخباراتی پاکستان با. یا سیاسی پاکستان با. پاکستان فکر نمی کنم تنها کارتی که هنوز از, از او بازی میکنه و استفاده میکنه اینمی هست که امنیت کشورها را تهدید بکنه و از راه تهدید دیگران به نحوی متحدین پیدا بکنه و از اونها تقضیه بکنه پاکستان حالی از نظر اقتصادی خودشان میدانه که دیگه چانسی برای نجات از منابع داخلی خود داره چون پاکستان اساسا هیچ منابع حیاتی داخلی نداره پاکستان شاید شایق باشه که یک جنگ دیگه در بگیره و یک جنگ نیابتی که پاکستان در نقش بسلا شرس کنم دلال از جنگ اما رو واضی بگویم نقش بازی بکنه و از اثر از او بتوانه چهار سبای دیگر را زندگی بکنه این مشکلات است که پاکستان همیشه داشته این پاکستان یک سرزمین است که کرایه داده شده است و قدرتهای بزرگ همیشه در یک نقشی قرار میگیره که بتوانه از دیگران پول بگیره و خود دختیار دیگران قرار بده و جنگ های نیابتی را به اجاره بگیره تیکه بگیره و ایر انجام و از اثر زندگی بخوره مثل یک آدم بد اخلاقی که در یک کوچه است خود خب دیگه چیز جز از خب، که از اون خب، بد اخلاقی بله پس در چه حالتی آقای وحدت میتوان نسبت به پاکستان خوشبین بود نه خوشبین به هیچ وجه پاکستان هیچ گاهی اگر پاکستان در یک وضعیت نرمال خوبم باشه طبعا که ما از گزند پاکستان در امان نخواهید بودیم این بستگی به خود ما داره بستگی به یک از مقامات طالبان فیری در افغانستان با وجود از که آشکار است که تا امروز اونها هیچ قدمی به طرف مردم و به طرف جامعه جهانی بر نداشتن مردم خود ناامید ساختن بازم برای آخرین بار مراجعه ما به اونایی است که حد اقل به بالای حد اقل ها اول به توافق برسیم اینجا بحث حد اکثر را ما افغان ها باید کنار بگذاریم ما در وضعیت نیستیم که بالای حد تاکید بکنیم با مردم خود بشینن یک بخشی از طالبان هم شاید مایل باشن که یک سیاستی داشته باشند و یا شاید درک کرده باشند اونا هم مظالم زیادی از پاکستانی هستند اینهایی که امیار شما در کابینه افغانستان میبینید اکثر اینها نام کسایی هستند که بسیار به بی و خشونت چشمهایشان بسته شد و خلطه های سیاه به سرشان کشته شد به تیاره هم داخته شدن و به آمریکا تسلیم داده شدند اینها هم بالاخره داشته داشت. متوجه شدن به مسئله که نهایتا باید خود را از, از شهر پاکستان خلاص بکنه بسیار زیاد تشکر آقای مسعود جنبنده شما را میشنویم این حرکت هایی که بین پاکستان اسلام آباد میشه پیامدهایش چی میتونه باشه و در برابر های بعد چی باید کرد خوب ما ای چیزی بسیار به است که چی باید کرد ها را ما فراموش کردیم و در حقیقت ما چی باید کرد ها نداریم به خاطر اینکه این چی باید کرد ها باید یک استراتژی معین می که در مقابل هر یک عمل باید یک اکسل عمل چی مثبت چی منفی و چی خونسار ما باید را انجام می دادیم. ولی اکسل متوجه باشیم که متعقل باشیم که, با... که یکی از بازیگرهای کلان منطقه در مورد افغانستان پاکسانی هستند و پاکستانی ها یک دلیز بسیار کلانه تدبیق خود اداف خودشان و اداف خودت بزرگ هستند. در چی چین باشه و چی, چی غرب باشه و اگلسان و امریکا و در غیره و در پالوشان خود پاکستان یک سایه کامل تستگرد. مانا داره که یکی از سایه که انگلیس به کار میبره و در قطع امریکا و سخت مورد تایید قرار میتوه و حتی روسیه عبارت <applause> از پاکستان هستن و تطبیق تمام اهداف پاکستانی از این لحاظ امتلا عرکات پاکستانی که حال انجام بشه یه در نشان نشاندنده و آبستن یک عادثات بعدی متاسفانه که خدا کنه که این پیش بینی ما خراب برای و غلط برای و اشتباه است <applause> که <تصفيق> ما وابسته یک سلسله حوادث بعدی چی از لازه سیاسی و چیز از امنیتی پس شما, پس شما مثل باشد. آقای وحدت خوشبین نیستین من ایچگاه من فکر میکنم که برازی که ما امنتا از حال که وقتی که جمهوریت انتقال کرد به امارت با وجود که جمهوریت همه ما شما ردش میکردین در حقیقت اینا یک, یک وسیله رسیدن به اوریشا و باز کردن دروازه هاست از این ما فکر میکنم که آرامش غزه و اوکراین آغاز یک کار در افغانستان شاید باشد این برازی که ما باید چهار گوشه را چهار نقطه آتشین در, در دنیا توسط قدرت ها باید نگهداری شود و مسئولیت این قدرت ها در کشورهای جنوب آسیا شرق میانه و شرق آسیا باید تبارس کنه و شرق اروپا بسیار تشکر. فکر میکنم بیشتر از دو دقیقه فرصت داریم آقای وحدت جنبندی شما رو میشنویم خب در برابر این همسایه که شما انتقاد و شکایت و تاریخی را مطرح کردین و هنوز هم میگین که چی سناری قرار است داشته باشه معلوم نیست و خوشبین هم نیستین که سناری خوب داشته باشه این طرف حاکمیت فعلی امارت اسلامی که در کابل هستن و رفت آمد هم دارن چه باید بکنن؟ پیشنهادهای شما چی پیشنهاد من شخصا به عنوان هم به عنوان یک افغان هم به عنوان رئیس مدافع منافع ملی ای هست که ما افغان ها پیش از اینکه زمان بیشتر از دست بره و پیش از اینکه توطیه های جدیدی که هنوز عملی نشده برای ما عملی شده هر چه عاجل با هم آغاز کنیم به گفتگو مهم نیست ما هیچ کدام یکی دیگه خود را نابود کردن نمیتونیم کنار زدن نمیتونیم کنار گذاشتن نمیتونیم ما همی حالی همین امروز امشب بخیر ما هشت ماه است در مذاکره هستیم با صدها نهاد و شخصیت در سراسر دنیا و همین شب گذشته هم یک مجلس بسیار بزرگ داشتیم روز جمعه در بن یک مجلس داریم ما خواهش و تمنای ما از عبارت اسلامی است که لطفا پشت میز مذاکره با وطندارای بشین وضعیت در منطقه روز به روز تر میشه این بحران خاور میانه بالاخره بسیار پیامدها و بسیار تغییرات و تحولاتی در منطقه خود آورد من فکر می کنم زمان از رسیده که به منافع جمعی خود متمرکز شویم از منافع گروهی و سیاسی و سلیقوی خود بگذاریم یک راه میانه و وسطی را پیدا کنیم به همدیگر جمع شویم و الا یک بار دیگر خطر ملعبه شدن و ابزار شدن به دست دیگران کاملا در ترس است همین ها در پشت مرزهای ما کشورهای هست میخواین باز زمین ما زمین جمع ده. و ما سربازهای بسیار زیاد تشکر سی ثانیه جناب استاد مسعود حرف شما صدایتان عامل در افغانستان فوق العاده مهم است با. ما در عامل داخلی ما در 40 سال از عامل داخلی حرکت نمیتونیم ای عامل خارجی است که در حقیقت حرکت میده موری افغانستان و حرکت افغانستان تختی افغانستان بازیگر افغانستان عامل خارجی است نه عامل داخلی در عامل خارجی پیش که عامل خارجی تصمیم میگیره شما تشکر جناب مسعود و آقای وحدت از حضور هر دو مهمان بزرگوار رسیدیم به پایان ما شما سپاسگزارم شب روز بخیر